سلام به شنوندگان خوب برنامه علم و زندگی. در کنار خانم دکتر جعفری حساد هستیم که میدونم این برنامه خیلی خیلی طرفدار خواهد داشت، چون که در مورد موضوعایی صحبت میکنیم که اولا سوالات شما بوده و بعدم همه ما علاقه‌مندیم که بدونیم، هم برای خودمون هم برای نوجوانانمون. خوش آمدید به برنامه. دوست داریم از زبان خودتون راجع به کارهایی که انجام میدید بشنویم و بعد هم بریم به سراغ سوالاتی که یکی از اونها در مورد جوش صورت هست. خیلی ممنون از دعوتتون خانم سروش عزیز. درود به شنوندگان عزیز برنامه قاصدک. من در نیویورک مشغول هستم، در سه تا مرکز پزشکی دارم: هوپ، لایف اند دریم سنتر. تخصصم در رشته فامیلی مدیسینه و فوق تخصصم در رشته انتای ایجینگ انتگریتد مدیسین، در واقع جوانسازی و زیباسازی. به به. و پشنم جلوگیری از بیماری هست. خیلی دوست دارم بیشتر از اینکه درمان کنم بیماری ها رو، جلوگیری و پیشگیری بکنم و خیلی دوست دارم مریضامو مطلع بکنم و بهشون در رابطه با بیماری که همیشه سوال دارن راهنمایی بکنم در پیشگیری و درمانش. این یکی از مسائلیه که واقعا شما پیش گرفتید، من فکر میکنم خیلی کمک کننده هستش. یعنی پیشگیری همیشه بهتر از درمانه و چه خوبه کسی که تخصصش به خصوص در مورد زیبایی هست در این موضوع در حقیقت پیشتازه و داره فکر میکنه که چه کار بکنه. خیلی خوشحالیم که شما رو در این برنامه داریم و سوالات در مورد جوش صورت هست و پیشگیری اون. اصلا جوش صورت چیه و چرا به وجود میاد؟ ببین، جوش صورت در واقع التهاب پوستیه. یه سری غدد پوستی به نام سبیشوز گلند در پوست تو شروع میکنم به ترشحات زیاد سبوم. این ماده سبوم که حالت وکسی داره، اویلی داره، وقتی که در منافذ پوستی گیر میکنه و یه سری باکتریایی به نام پروپریو باکتریوم اکنی شروع به رشد میکنن، این التهاب پوستی رو تشدید میکنن و یک محیط عفونی در پوست ایجاد میکنن که میتونه به شکلهای مختلف ظاهر بشه. ما جوش سرسفید داریم، جوش سرسیاه داریم، پاپول داریم، پاستول داریم و حتی کیستای پوستی داریم. در نتیجه اکنی میتونه سطحی باشه، میتونه یه مقدار عمیق‌تر در سطح پوست باشه یا میتونه خیلی به صورت کیست و عمیق ظاهر بشه و در به یک زبان دیگه میتونه ملایم باشه، میتونه مودریت باشه و میتونه شدید باشه. و در کل اگر اکنی درمان نشه، نهایتا باعث اسکار و التهاب پوستی میشه و حتی یه سری لکه های پوستی ایجاد میشه در اثر اکنی. بنابراین خیلی مهمه، بهداشت پوست خیلی مهمه. درسته. و یه سری کارهایی در کل آدم میتونه انجام بده که تا حدود زیادی پیشگیری بکنه. یکی از مهمترین کارهایی که میتونه انسان انجام بده تغذیهشه. خیلی مهمه که ما یه تغذیه بالانسی داشته باشیم، سعی کنیم مواد غذایی که قند توش زیاد داره، کربوهیدرات توش زیاد داره رو کمتر مصرف بکنیم. الکل باید کمتر مصرف بشه، کافئین باید کمتر مصرف بشه. غذاهایی که محرک هستن، تند هستن، یه سری ادویه‌جات و اینا باید کمتر مصرف بشه. معمولا توصیه میشه که آجیل، یادمه که تو ایران میگفتن بچه کسی بودیم یادم میگفتن که آجیل نخورین جوش میزنه. و یکی از فیوریت آجیلای من بادوم هندی بودش که خب بادوم هندی و یا پسته یه مقدار محرک هستن و التهاب پوستی رو بالا میبرن. حالا یه سری خواص تغذیه‌ای هم دارن ولی میتونن محرک باشن. ولی بادوم خیلی خوبه. من همیشه به مریضام پیشنهاد میکنم. چرا؟ بادوم برای اینکه سلنیوم داره. آها. سلنیوم انتای اکسیدانه و پوست رو محافظت میکنه در رابطه با فری رادیکالا.
که باعث صدمه پوستی میشن. بله، رادیکالای آزاد. در نتیجه پوست میتونه در واقع قوی تر باشه در مقابل اینا. و من خیلی خواص دیگه غذایی هم داره، ولی برای پوست خیلی خوبه. همیشه من به مریضان پیشنهاد میکنم که یه مش بادوم، حالا هر روز هم نمیخورن، یه روز در میون استفاده بخورن. این از تغذیه. درست. دیگه باید چیکار کنیم؟ دیگه این که مهمه که اگر مریضا باید بدونن، اگر که حتما باید به دکترشون مراجعه بکنن و حتما یه آزمایش خون کامل انجام بدن. اگر اختلالات هورمونی دارن حتما باید بررسی باشه، بررسی بشه توسط پزشکشون. و خب مثلا نوجوانان نه، 100%. برای اینکه میدونید که یکی از علتهایی که اکنی بیشتر تشدید میشه به خاطر هورمون آندروژنه و تستوسترون، که این وقتی این بالانس میشه مخصوصا تو دوران بلوغ، این میتونه تریگر بکنه، میتونه امکان اکنی رو بیشتر بکنه و تشدیدش بکنه. اگه وجود داره حتی بیشترش بکنه. پس این خیلی مهمه، آزمایش هورمونی خیلی مهمه. استرس یکی از بزرگترین علتهای بله در تمام زمینه‌های در تمام بیماری ها، و یکی از اثراتش هم اکنی هستش. من مریضایی داشتم که حتی سن بلوغ رو سپری کردن و در سن 30 سالگی 25 سالگی یه حادثه، یه تروما براشون ایجاد شده و بعد از اون صورتشون شروع کرده به اکنی، به جوش زدن. بیشتر هم ناحیه صورت این کار انجام میشه. درسته، جوشا میزنه. درسته، صورت و اینگونال اریا توی قسمت های بین رونا هم این اتفاق میتونه بیفته، و یا مثلا زیر گردن. و خب استرس خیلی عامل بزرگه، باید حتما سعی کنیم که کنترلش بکنیم. حالا تا اونجایی که میتونیم مدیتیشن خیلی کمک میکنه، یوگا خیلی کمک میکنه، ورزش کردن خیلی کمک میکنه، همین که اکسیژنیشن بدن رو بالا میبره، بدن و مقاومتش رو بالا میبره نسبت به یه سری باکتری ها و عفونت ها، مثل همین عفونتی که باعث اکنی میشه، پروپریوم باکتریوم اکنی. و اصولاً اکسیژن رسانی رو به سلولا و بیشتر به بافتای مختلف مثل پوست زیاد میکنه، در نتیجه خیلی مؤثر هستش. و همینجور یه سری ویتامینایی که خیلی میتونه مفید باشه، مثل ویتامین C, E و A. ویتامین A اگه زیادی استفاده بشه خب خوب نیستش، ضرر میزنه به پوست. باید در حد متعادل ویتامین آ، سی، ای. و همینجور من ریکامند میکنم ویتامین دی هم حتما باید استفاده بشه. بله، من مخصوصا توی خیلی از مریضا میبینم وقتی ما ویتامین دی بدنشون رو چک میکنیم اکثرا زیر نرماله، و من حتما ریکامند میکنم که ویتامین دی 50,000 یونیت هر هفته یا 5,000 یونیت ایوری دی استفاده بشه. برای چه کسایی؟ یعنی چه عددی اصولا از نظر شما پایینه برای ویتامین دی؟ ببینید بستگی به اون ریت، بستگی به اون آزمایشگاهی داره که این کار ویتامین دی رو انجام میدن. ولی معمولا ویتامین دی اوریج لیولش باید بین 45 تا 60 is acceptable. معمولا زیر 37 خیلی پایینه، حد اکثرش هم معمولا بین 45 تا 100. اوریج 45 تا 60، زیر 37 پایینه. حتما باید ریپلیس بشه، حتما باید جایگزین بشه. درست. و خب پس ویتامین سی و ای و دی هم راجع بهش صحبت کردیم. زیادی اکسپوژر به سان و یووی هم ضرر داره، یعنی ضد آفتاب پس مجبوریم استفاده کنیم. 100%. زیادی هم تو آفتاب نباید باشیم. اکسپوژر زیاد به آفتاب هم خوب نیستش. یه چیز دیگه هم که مثل خمره میدی بوده میمونه، من به مریضام خیلی پیشنهاد میکنم مصرف روغن زیتون و کنول اویل، به خاطر اینکه اینا کاروتینوئید دارن و این کاروتینوئید در واقع یه آنتی اکسیدانه و باز میتونه پوست رو در رابطه با این فری رادیکالا
محافظت بکنه. چطور؟ یعنی باید بخورین یا هم ماساج؟ خوراکی همین. آها. که میتونید ماساژ بدین روی پوست به این شکل که من قبل از اینکه بخوابین پیشنهاد میکنم که پوست رو پاکسازی بکنید و بعد از اون یه قاشق روغن زیتون، یه قاشق کنول اویل و یه قاشق روغن بادوم و با یه هفت نصف لیمو سکویز میکنید، میکس میکنید و روی پوست یه لایه میزنید و 5 دقیقه ماساژ میدین. خیلی بسیار چه حس خوبی داره. خیلی هم شفاف، خیلی خوبه برای شفاف سازی پوست و حلال هم هست دیگه. مثلا اون جوشایی که در حقیقت وجود دارن این میتونه کمک کننده باشه برای. در واقع ببینید اصولا نفوذ میکنه به منافذ پوست و هم پاکسازی میکنه، همین که به خاطر اینکه آنتی اکسیدان هستش فری رادیکال ها جلوی تخریب پوست رو میگیره، همین که پی اچ پوست رو یه مقدار بالانس میکنه، چون پی اچ پوست خیلی مهمه. پی اچ پوست به صورت اوریج 5.7 ولی یه قسمت هایی از بدن پی اچ بالاتری داره، جایی که بازتره مثل سینه، مثل صورت و یه جاهای پیهچش پایین تره مثل زیر بغل، نواحی جایی که قسمت های تناسلی رو کاور میکنه، این قسمت ها پیهچ پایین تری داره، جاهایی که مثل صورت و اینها پیهچ بالاتری داره. منظور پایین تر یعنی طرف اسیدی تر. طرف اسیدیه بله. و زیادی قلایی بشه پوست خوب نیست، زیادی هم اسیدی بشه پوست خوب نیست. باید این رنج بین 5.7 تا حد اکثر دیگه 6 یعنی یه اسیدی ملایم. ملایم بله. درسته. خوبه برای اینکه تو این محیط هنگی یه سری ماکرو ارگانیزم های یه سری باکتری هایی که مفید هستن اینا رشدشون رو دارن و یه سری باکتری هایی که مضر هستن جلوی رشدشون گرفته میشه. پس این بالانس بودن پی اچ پوست خیلی مهمه. پس من اینطور که الان دارم ازتون یاد میگیرم، من به صورت سرعت بگم شما ببینید من درست یاد گرفتم خانم دکتر. یکی مسئله تغذیه بود که فرمودین که باید بهش برسیم و گفتین چه چیزایی بخوریم و بادوم رو تأکید کردین که خیلی خوبه. دوم استرس بود که باید مواظب خودمون باشیم در همه مراحل، هممون داریم فعلا باید یک کاری براش بکنیم. بعد ویتامین ها بود که A, C, E و D بود که باید حتما توجه بکنن عزیزان شنونده، و پهاش پوست بود که باید بین حالا 5 و 7 تا زیر 7 باید زیر باشه، بیشتر حالت اسیدی باشه، اسیدی ملایم باشه. و بعدم یه کاری که خیلی خوبه روغن زیتون و کنولا اویل و دیگه چی بود؟ روغن بادوم. روغن بادوم. این سه تا رو مخلوط کنن و 5 دقیقه ماساژ بدن. اگر ویتامین ای اویل هم گیر بیارن اونم خیلی من اورگان اویل خیلی دوست دارم، ویتامین ای اویل دوست دارم، روغن زیتون، روغن بادوم و کنولا اویل. ولی حالا اگر گیر نیاوردن همین سه تا هم خوبه. روغن ویتامین ای به اضافه یه مقدار ویتامین سی همون از طریق لیموی تازه. خانم دکتر روی روغنای آفتابگردون اصولا نوشته ویتامین یا ویتامین ای زیاد داره، آیا اونو میشه استفاده کرد؟ سانفلاور اول بله اونم سورس خوبیه برای ویتامینی، ولی من دیدم اوور دی کانتر توی داروخانه ها یا جایی که لوازم بهداشتی میفروشتن یا محصولات من دیدم ویتامین ای اول هم هستش. بعد این که فرمودید ماساژ بدن، آیا با همین بعد از ماساژ باید بخوابن یا اینکه بشورن؟ نه نه بخوابن. بخوابم بله. صبح بعد صبح بشه اگر چون وقتی ماساژ میدید که جذب صورت میشه. درسته. به اون شکل نیستش که بمونه روی پوست. حالا اگر بعضیا دوست ندارن حالت اویلی رو خب میتونن بعدش، ولی یه چند دقیقه بعد حتما ماساژ بدن که تا حد زیاد این روغنا جذب منافذ پوستی بشه و اون اثر لازم رو بذاره روی پوست، اون نتیجه رو که ما میخوایم. چیزای تازه و جدیدی گفتین به خصوص برای نوجوانان که دچار این جوشای صورت هستن و خیلی سوال شده بود. چیز دیگه که میخواستم اشاره کنم، دو تا چیزم دیگه هستش که یکی این که هایدریشن خیلی مهمه. آب باید
من همیشه به مریضان میگم اگر میتونی سعی کنین روزی یه گالون آب بخورین. حالا الانم که دیگه دوره کرونا ما میخوایم سیستم ایمنی رو بالا ببریم، من ریکامند میکنم که آب روم تمپرچر در حرارت معمولی، نه سرد خیلی نه گرم، به اضافه لیموی تازه در سراسر روز بخورین، میل کنین، خیلی خوبه برای سیستم ایمنی و هایدریشن بدن و پوست. هایدریشن خیلی مهمه و لوکال هایدریشن هم خیلی مهمه، یعنی پوست همیشه باید رطوبتش رو داشته باشه. پوست خشک همیشه خیلی در معرض آسیبه و پوست اویلی هم خب به هر حال یعنی باید بلنسش بکنیم، میزان ترشح اویل رو کم بکنیم و یا پاکسازی انجام بدیم. ولی در کل مهمه که پوست رو مرطوب نگه داریم و به خوابمون خیلی باید دقت کنیم. یادتونه که رو در رابطه با استرس گفتم خواب باید تنظیم باشه. معمولا در نوجوانان و جوانان من مینیمم 8 ساعت رو ریکامند میکنم و در ادالت 7 ساعت قابل قبوله، 6 تا 7 ساعت مینیممه، ولی در جوانان و جوانان بین 8 تا 9 ساعت باید حتما خوابشون رو داشته باشم و خوابی که اینترابتد نباشه. همیشه من به مریضان میگم، الانم خیلی روی یوتیوب هستش، یوتیوب ویدیوهایی که مدیتیشن هم به زبان فارسی هم به زبان انگلیسی، یعنی هر دو چویس رو دارین، ها تو به زبانهای دیگرم من دیدم. در نتیجه قبل از خواب، بعد از پاکسازی و تمیزسازی پوست و میل کردن آب و ماساژ دادن اون روغنا، قشنگ مطمئن باشیم که تمپرچر اتاق خوبه، کامفورتبل هستیم، لباسمون کامفورتبل و 5 تا 10 دقیقه مینیمم، آیدیالش 20 دقیقه است که مدیتیشن بکنیم قبل از خواب که خواب عمیق داشته باشیم. خیلی مهمه. شما میتونید 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت بخوابین ولی اینترابتد اسلیپ داشته باشین، اونقدر مؤثر نیست که شما مینیمم 6 ساعت خواب داشته باشین ولی خواب عمیق داشته باشین بدون اینترابت. پشت سر هم. چقدر خوشحالم که این زمان رو در اختیار ما قرار دادید برای ما و شنوندگان عزیزمون یادآوری هایی کردید که حتما باید بهش توجه بکنیم و ازتون میخوام که در برنامه های بعدی هم حتما زمان خودتون رو به ما بدید، چون که در مورد زیبایی یه عالم صحبت داریم، هم آقایون هم خانوم ها هم جوانان و نوجوانان. با کمال میل سپاسگزارم ازتون. خیلی ممنون. وقتتون بخیر. شما هم همینجور.